به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان نازنینم در سرتاسر جهان. خب من خواسته هایی از آقای رئیسی دارم که به زودی بر مصدر قدرت می نشینن و امیدوارم که ترتیب اثر بدن. هدف من اینه که عدالت برقرار بشه در سطح جهان و ایران میتونه پیشگام باشه از دولتی که هم اکنون داشتیم و در 8 سال گذشته. اینها آدم های بسیار ترسو و بزدلی هستند که از سایه خودشون هم میترسن. برای همین هم هستش که ما رو انداختن توی دام برجام، برای اینکه شخصا آدم های ترسوی هستن. حالا آقای رئیسی فردی شجاع هست و من امید دارم که ایشون بتونن برخی از این سیاستمدارای جنایتکار که بیشترشون در آمریکا هستن اینها رو بسپرن به دست دادگاه‌های بین‌المللی برای محاکمه. اولین فردی رو که پیشنهاد می‌کنم در لیست شما باشن آقای بوش هستش که به بهانه 11 سپتامبر که البته اون رو هم خودشون میگن اینساید جاب بوده، یه کاری بود که انجام دادن برای اینکه بیان به عراق و افغانستان حمله بکنن و 100,000 انسان رو اونجا کشتن، کشورها رو به نابودی کشوندن، زیر ساخته رو در و داغون کردن، کلی از شهروندان این کشورها آواره شدن، به جاهای دیگه کلی از ثروتاشون به سرقت برده شد، کلی از دانشمندان عراق رو، دانشمندان علمی عراق رو کشتن و در هر صورت اینا میخواستن که این کشور رو در و داغون بکنن که کردن و هنوزم میبینیم که تو افغانستان نه تنها اینا صلحی نیاوردن بلکه از همه وقت، از همه اوقات بدتر همین الانه که گورشون رو دارن گم میکنن میرن. امیدوارم که این آقای بوش رو بتونین به محکمه های بین المللی بکشونین و محاکمه بشه برای جنایت های جنگی که انجام داده. دومین گروهی رو که دوست دارم شما بهشون بپردازین آقای اوباما هست، خانم کلینتون هست، آقای جو بایدن هست که مشاور ارشد آقای اوباما بودش. در دوران آقای اوباما داعش رو پدید آوردن و این داعش خوناشام، خونخوار، جنایتکار، جانور افتادن به جون کشورهای منطقه ما و چه جنایتهایی رو که اینها مرتکب نشدن با پول عربستان سقوطی. خب در هر صورت آغازگرش اینا بودن، طراح برنامه نتانیاهو بودش و موساد آمریکا اجرا کرد، عربستان سقوطی پولش رو پرداخت کرد و چه جنایتهایی کردن. خانم کلینتون خودش به تنهایی مرتکب جنایت بزرگی در لیبی شد، 1,000,000 لیبیایی کشته شدن، بسیاریشون از اونجا فرار کردن، کشورشون درب و داغون شد، به تجزیه رسیده و اینم گروه دوم هستن. آقای جو بایدن اونجا مشاور آقای اوباما بود، یادمون نره. پس آقای جو بایدن دست داره در تمام این جنایت ها. الان اومده خودشو زده به موش مرده بازی و داره با دروغ و دغل داره پیش میره تا مغز و استخون صهیونیسته. خب شخص دیگه رو که میخوام شما به دادگاه بین المللی بکشونین آقای ترامپ هستش که ترور سردار دلهامون رو به عهده ایشون بودش و با دستور ایشون انجام شد. اینم باید به سزای اعمالش برسه در دادگاه بین المللی. و آخرین شخص نتانیاهو، موجود پلید صهیونیستی که باعث جنایت‌های بسیاری در منطقه ما شده. اصلا داعش رو این حمایت می‌کرد و همه جا بودش، هر جایی که داعش بود نتانیاهو و موساد و تمام اینا شرکت داشتن و آقای نتانیاهو کسی هستش که مسئول عملیات تروریستی در کشور ما هست. ما فقط به سهم خودمون میتونیم این رو به محاکمه بکشونیم، به دادگاه بین‌المللی، برای ترور دکتر محسن فخری‌زاده، برای ترور دانشمندای اتمیمون که زیر سر موساد بودش و اینها خداشون گفتن و الان همه این عملیات تروریستی که در کشور ما انجام شده که خودشون به دوش گرفتن، عملا اومدن اقرار کردن. پس این دلقک صهیونیستی هم نباید همینطوری قصر در بره. در هر صورت باور من اینه که ایران میتونه یک الگو بشه در رابطه با عدالت خواهی در سطح جهان و این افراد پلید و جنایتکار رو به دادگاه بین المللی و به محکمه های عدل بین المللی بسپره. البته من
اعتماد زیادی به این محکمه ها و دادگاه بین المللی ندارم. اینا میگن به روباهه گفتن شاهدت کیه، میگه دنبه هم، اینم حکایت اینا شده، اینم جزء همین دار و دسته خودشونه. ولی در هر صورت شاید افرادی با وجدان در چنین محاکمی باشن که بتونن رأی رو بدن که درست باشه. در زمان مصدق دیدیم که همینها رأی درست دادن، چه بسا که در هر صورت رأی داده بشه که به نفع ایران باشه. خب پس یک گروهی از حقوقدانان در ایران باید اختصاص پیدا کنند به پرونده، به تهیه پرونده برای این افراد، و این داده بشه به این دادگاه بین المللی. من پیشنهاد میکنم، خواهش میکنم، درخواست میکنم که حتما ترتیب اثر بدین و این کار انجام بشه و آغازگرش شما باشین، که به نظر من میاد فرد شجاعی هستین و نترس هستین. البته اینم چیزی نیستش که باید ازش ترسید، این فقط عدالت‌خواهی هست، در راستای عدالت‌خواهی. میدونم که سرتون شلوغ موقعی که وارد این پست میشین، پست ریاست جمهوری، با این اقتصاد شکستنی و دربداغونی که آقای روحانی به جا گذاشته، اما کمی فراغت پیدا کردین. همین الان نمیگم، ولی از الان دارم میگم، این خواسته من هست از شما و بسیاری از تعداد زیادی از ملت ایران که به شما رأی دادن. مطمئنم که وقتی این پیام من رو بشنون، اونها هم خوشحال میشن و با من همدل و همراه خواهند بود. دوستتون داریم، با عشق برای عاشقان ایران. خدا نگهدار همگی شما بینندگان نازنین.